سرخط خبرها، خبری که نه تنها میلیون ها افغان بلکه جهان را در شوکه فرو برد. یکی از افراد با نفوذ قوم هزاره زیر شکنجه طالبان کشته شد. مقام امنیتی طالبان که به جرم زنا و لواطت در زندان بود با فرمان ملا هیبت الله آزاد شد. جسد یک کودک با چشمان کشیده شده در ولایت نیمروز کشف شد. ورنجر طالبان یک کودک را در بادغیس زیر گرفت و کشت. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. یکی از افراد با نفوذ قوم هزاره زیر شکنجه طالبان کشته شد. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. محمد حسین احسانی، یکی از افراد با نفوذ قوم هزاره در شهرستان بلخاب ولایت سرپل عصر روز چهارشنبه 13 ثور به دست نیروهای طالبان بازداشت شد و ساعت بعد زیر شکنجه به قتل رسید. نزدیکان احسانی به اندپندنت فارسی گفتند که او در دولت پیشین افغانستان مسئولیت اداری یکی از روستاهای بلخاب را بر عهده داشت و در زمینه مسائل اجتماعی و همچنین تجارت زغال سنگ فعال بود. بر اساس اطلاعات این منبع آگاه، احسانی عصر چهارشنبه در یک هتل در شهر مزار شریف به دست اعضای طالبان بازداشت شد و ساعت بعد زیر شکنجه به قتل رسید. سال گذشته و پس از وقوع درگیری میان مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان با نهادهای امنیتی این گروه، احسانی به همکاری با مولوی مهدی متهم شد. در آن زمان احسانی چند قبض اسلحه و امکانات را که در اختیار داشت به طالبان سپرد و از نهادهای امنیتی این گروه برگه عفو دریافت کرد. یک منبع آگاه گفت سید جواد هاشمی از اعضای طالبان که در جنگ بلخاب در سال گذشته سهم عمدی داشت و محمد حسین احسانی اطمینان داده بود که می تواند در امنیت زندگی کند. احسانی با برگه عفو که از طالبان دریافت کرده بود در ماهای اخیر تلاش میکرد مانع واگذاری معادن زغال سنگ بلخاب به شرکت های غیر بومی شود. او بارها به مقام های طالبان در کابل مراجعه کرد تا قرارداد استخراج معادن زغال سنگ در بلخاب به شرکت های محلی داده شود و ساکنان بلخاب در آن مشغول به کار شوند. تا اکنون دلیل بازداشت شکنجه و کشتن محمد حسین احسانی مشخص نشده است. یکی از نزدیکان احسانی گفت جمع از اعضای خانواده و بستگان او صبح پنجشنبه برای تحویل گرفتن جسد به بیمارستان مرکزی مزار شریف مراجعه کردند، اما طالبان از تحویل دادن جنازه خودداری کردند. در همین حال طالبان یک شنبه گذشته ابوبکر شیرزاد فرمانده پلیس در دولت پیشین افغانستان را بازداشت کرد. یکی از نزدیکان شیرزاد به اندپندنت فارسی گفت که او در ماهای اخیر حاکمیت دولت جمهوریت در سمت‌های فرماندهی پلیس شهرستان دهل‌سلای ولایت بغلان کار می‌کرد و با فروپاشی دولت از فعالیت نظامی دست کشید. و گفته این منبع آگاه، ابوبکر با اعتماد به فرمان عفو عمومی طالبان در 20 ماه گذشته در بغلان زندگی می‌کرد و سرگرم فعالیت‌های شخصی بود. منبع آگاه گفت که ابوبکر در زندان طالبان در بغلان نگهداری می‌شود، اما از وضعیت سلامتی او اطلاعات در دست نیست. با وجودی که ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان دو روز پیش از فروپاشی دولت پیشین فرمان عفو عمومی صادر کرد و گفت از نظامیان و کارگران دولت پیشین افغانستان انتقام گرفتن نمی شود، اما در 20 ماهی که سلطه طالبان بر افغانستان میگذرد ده ها تن از نظامیان و کارمندان دولت پیشین بازداشت، شکنجه و کشته شدند. مقام امنیتی طالبان که به جرم زنا و لواطت در زندان بود به فرمان هیبت الله آزاد شد. منابع میگویند که عبدالغنی رئیس پیشین مبارزه با تروریسم فرماندهی پلیس طالبان در قندهار به دستور هیبت الله خنزاده رهبر این گروه از زندان آزاد شده است. عبدالغنی 6 ماه قبل از سوی استخبارات طالبان به جرم زنا و لواطت در ولسوالی اسپین بولدک بازداشت شد. عبدالغنی و رهبر طالبان از قوم نورزی هستند. هدف طالبان از زنا و لواطت اشاره به دو رابطه جنسی است. زنا به ارتباط جنسی بیرون از ازدواج مرد و زن
و الواتد بر ارتباط جنسی دو مرد یا تجاوز جنسی مردان به پسران گفته می شود. این در حال است که طالبان در قبال اتهامات مشابه علیه شهروندان عادی افغانستان با سختگیری های شدید برخورد می کنند. جسد یک کودک با چشمان کشیده شده در نیمروز کشف شد. منابع محلی در ولایت نیمروز گفتند که جسد یک کودک را در حالی که سلاخی شده است از ساحه در این ولایت دریافتند. منابع به روزنامه 8 صبح می گویند که جسد این کودک 12 ساله بامداد روز جمعه 15 سور از مربوطات ولسوالی گنگ ولایت نیمروز یافت شده است. شاهدان عینی با فرستادن تصویر از جسد این کودک گفتند که او دندانهایش شیخته، لد و کوب شده و سپس چشمهایش کشیده شده است. این کودک علی نام داشته است. شاهدان عینی قتل این کودک را وحشتناک توصیف کرده و خواستار بازداشت عاملان هستند. منابع ادعا می کنند که این کودک چند پیش ناپدید شده بود. طالبان در نیمروز در این مورد چیزی نگفتند. علت و عامل این رویداد تا اکنون مشخص نیست. خبری که نه تنها میلیون ها افغان بلکه جهان را در شوک فرو برد. انیسه شهید در صفحه تویترش چنین نگاشته است. منابع می گویند پیشتر کسانی که طالبان حکم قصاص آنان را صادر کردند اعضای جبه های مقاومت و کسانی هستند که به نام همکاری با این جبه ها زندانی شدند. این افراد در قنداز، بغلان و کابل زندانی هستند. دادگاه عالی طالبان پنجشنبه اعلام کردند که حکم قصاص 175 تن را صادر کردند. رنجر طالبان یک کودک را در بادغی زیر گرفت و کشت. منابع محلی در ولایت بادغیز گفتند که رنجر جنگجویان گروه طالبان یک کودک را در این ولایت زیر گرفته و کشته است. منابع محلی در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد شام روز چهارشنبه 13 سور در نزدیکی بازار ولسوالی جونت ولایت بادغیز رخ داده است. گفته می شود که این رنجر مربوط به نیروهای قماندانی امنی طالبان در ولسوالی جون بوده است. قربانی این رویداد یک پسر بچه 8 تا 10 ساله گفته شده است. طالبان در بادغیز هنوز در این مورد چیزی نگفتند. زیر گرفتن غیر نظامیان با وسایط نظامی از سوی طالبان بی پیشینه نیست. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.